خواهم چه افشه قراره چی آموزش بدیم؟ شیرینی نخوچی بح بح خیلی هم طرفدار داشت. بله خیلی شیرینیه، یعنی سنتی ترین شیرینی برای شب عید، خیلی خوشمزه است. بابا یک کمی دقت و حوصله خیلی هم شیرینی مطلوبی میتونم درست کنم. وقتی شما بفرمایید قطعا همینطور. مواد اولیه هم دوستان بله. دارن میبینن مواد اولیه برای شیرینی نخوچی: روغن جامد 300 گرم، پودر قند 300 گرم، آرد نخودچی 750 گرم، هل مقداری، خلال پسته برای تزیین به میزان لازم. خیلی مواد راحت و آسان داشت. اما روغنی که برای شیرینی نخودچی استفاده میکنیم، همونطور که روز شیرینی برای شیرینی برنجی گفتم، باید روغن صاف 50 استفاده کنیم. ما الان 3 نوع روغن توی بازار هست برای شیرینی پزی. یه نوعش روغن خوراکیه که نیمه بازه، یه نوع روغن داریم به اسم روغن 44 که برای شیرینی های دانمارکی و کره‌ای استفاده میشه، اما روغنی داریم به اسم روغن 50 که این مخصوص شیرینی های خشکه. خب این از کجا میشه تهیه کرد؟ این تمام لوازم قنادی ها دارن. بعد خیلی روغن 50، بله خیلی بافت نرمی داره این شیرینی، یک دسته اما یک مقدار سفت‌تره، ولی به خاطر برای شیرینی نخودچی باید حتما یک دست از این روغن استفاده کنیم. نمیشه دیگه از روغنی که نیمه شله استفاده کنیم. برای شیرینی نخودچی کامل باید از این روغن استفاده بشه. وگرنه که شیرینیمون بعد از پخت بسیار ترد و شکننده میشه و اصلا قابل خوردن نیست. این روغن اگه تو دمای محیط گرم بذاریم یه مقدار گرم‌تر بشه خیلی بهتره، ولی نباید باز بشه، فقط یک مقدار نرم بشه که موقعی که می‌خوایم با همزن همز بزنیم نرم‌تر باشه. بله ما روغن رو می‌زنیم یه مقدار که نرم بشه. باز می‌خوام سر کم کم پودر قندش هم اضافه می‌کنیم. این پودر قند باعث میشه که روغن هم باز شه. کم کم باعث شه. بله کم کم اضافه میکنیم. روغن و پودر قند حتما باید حدود 7 دقیقه تا 8 دقیقه با هم زن زده بشه تا کاملا پوکو یک دست بشه و حجم روغن و پودر قندمون دو برابر این بشه. اون موقع آماده است. من الان چون دیگه وقت نیست اینو تا همینجا میذارمش. آره انواع شیرینی نخودچی رو که خواهش میکنم بعد از اون شیرینی عزیزم آماده کردن. بله ما آرد نخود داریم و آرد نخودچی داریم که آرد نخودچی بودم که باز بهتر در منزل تهیه کنیم که میتونیم از نخودچی لپه استفاده کنیم، یک مقدار تمیز کنیم، اگه پوستی سنگی داره کاملا تمیز کنیم و میکسرش کنیم، علق کنیم و برای استفاده آماده میکنیم که بسیار آرد نرمی باید باشه. به این صورت این نخودچی که بوده باشه یعنی مشکلی نداره؟ بله نه استفاده بله کرد. میشه ولی رنگش این مقدار تیره تر میشه ولی خوشمزه تر میشه. معمولا تو آرد نخودچیمون یک مقدارم آرد سفید میزنن، ولی اگر خواستین آرد سفید اضافه کنیم برای 750 گرم 150 گرمشو میتونین از آرد سفید استفاده کنین، ولی آرد سفید اونو باید حتما قبلا رو بدین. نخودچی باید خمیری بشه که به این صورت در بیاد، لطیف بشه و حتما خمیر نخودچیمون باید 12 ساعت تا 24 ساعت کنار استراحت کنه تا به این صورت در بیاد.
اگه دیدیم خمیر متلاشی میشه از دستمون و باز میشه، تنها راه که این خمیر نرم بشه چرخ کردن خمیره. باید خمیر رو از چرخ گوش رد کنیم تا خمیر نرمه به دست بیاد. بی هیچ عنوان به خمیر نخودچیمون ما زرده تخم مرغ، گلاب و شیر نباید اضافه کنیم. آرد نخودچی با شیرینی نخودچی بدون زرده و گلاب تهیه میشه. فقط نرم کردن خمیر با ورز دادن، اگر با ورز دادن انجام نشد حتما باید از چرخ گوش رد کنیم. مقدار روغن خمیر نخودچی 300 گرمه. اگر بازم احساس کردیم خمیرمون خشکه، فقط حدود 25 گرم تا 30 گرم دیگه میتونیم به کف دستمون روغن بزنیم. بعد با اون روغنی که کف دستمونه خمیر رو ورز بدیم تا خمیر نرم بشه. اگه چرخ گوش در اختیار نداریم، فقط با چرب کردن کف دستمون و ورز دادن این خمیر رو آماده میکنیم و به هیچ عنوان هیچ چی به این خمیر اضافه نمیکنیم. در غیر صورت میتونیم از چرخ گوشت هم فرمودید که میشه. بله اگر بعد ورز دادنش خانم جمشید عزیز، چون شما فرمودید که ما روغن و ببینید من الان مثلا یه مقدار روغن رو ما حدود 7 دقیقه باید با هم زد. ببینید من اصلا این مقدار بعد روغن رو با دستمون چرب میکنیم، دستمون رو با روغن خیلی چرب و خمیر رو به این صورت داخل دستمون. ببینید چقدر خمیر نرم شد. آهان بله ببینید کاملا این خمیر نرمشه. فقط تنها راه نخودچی رو آماده کردن اینه و خمیر نخودچی هم حتما بهتر یک شب حتما استراحت کنه. برای جایی که هم توی نایلون اینجوری بله حتما باید داخل یک کیسه فریزر نایلون قرار بدین و در محیط آشپزخونه باشه، محیطش خیلی گرم نباشه. قالب شیرینی نخودچی رو معمولا باید روی یه تخته کارمون ریز میز کار پهن کنیم. احتیاجی که زیرش حتی خیلی آرد بپاشیم نداره. معمولا خمیری که توش از تخم مرغ استفاده نمیشه مثل خمیر نخودچی و بهشتی باید حتما قطر خمیر یکسان باشه. هیچ وقت نازک نباید این خمیر رو قالب بزنیم. این صورت از قالبای مختلفی که برای شیرینی نخودچی استفاده میتونیم بکنیم انواع اقسامش هست. میتونیم این شیرینی رو قالب بزنیم به این صورت، خیلی هم راحت قالب میخوره داخل سینی. سینی که قبلا چرب کردیم، نه به هیچ عنوان داخل سینی رو. تمام شیرینی هایی که داخلش از روغن استفاده میشه شیرینی سینیش احتیاج به چرب کردن نداره، چون بلا فاصله کف شیرینی میسوزه. بله فقط شیرینی که توش روغن نداره اونم از روغن جامد حتما بعد برای چرب کردن استفاده کنن. به این صورت این شیرینی رو قالب میزنیم. شیرینی بعد از استراحت کردن بسیار خوب و راحت قالب میکنه. بعد میتونیم برای تزیینش از خلال پسته به این صورت این شیرینی بزنیم. این شیرینی رو باید طبقه وسط فر به میزان درجه فر 175 یا 350 درجه فارنهایت به مدت 35 دقیقه تا 40 دقیقه فقط باید حرارتش از این بیشتر نباید باشه. حرارت فر 170 تا 175 به خاطر اینکه نون برنجی ترک میکنه. بعد از این کاملا خنک شد داخل سینی، این شیرینی رو میتونیم از داخل سینی برداریم، ولی حتما باید داخل سینی کاملا بزنیم شیرینی خنک بشه. میشه چند تا دیگه هم شما بعد حالا بزنیم مقاله مختلف بزنم. میتونیم به خاطر که باز حالا بعد الان این مقداری که شما فرمودید چقدر؟ این مقدار 750 گرم آرد نخودچی ما با این مقدار حدود 1 کیلو نیم شیرینی نخودچی داریم. خیلی هم چقدر میاد. بله چقدر مواد راحتی و چقدر شیرینی درست کردن داخل منزل مقرون به صرف است. چون بسیار و این شیرینی لذت بخش هم است. فرقی که فکر می‌کنم خب کاری که خودش انجام داده. این یه نوع دیگه هم هست که به شیرینی خوچی گل معروفه که اینم با دست یک گوله های از شیرینی برمیداریم به این صورت. نخانم بله درسته. اگر دوستان ما بخوان تصویرش هم نشون بدن بهش میگن شیرینی. بله. آره نخوچی گل شیرینی دوم به اندازه فندق از شیرینی برمیداریم یه مقدار. آها دقیقا این شیرینی بله، که الان دوستان ما دارن بله، میبینن تصویرش بله، شیرینی گل هست. بله به اندازه فندق برمیداریم از این شیرینی داخل سینی میذاریم با یه سرماسوری این روش رو چند تا قالب میزنیم به این صورت. یه قالب خصوصی نداره؟ نه نه قالب به خصوصی نداره، فقط از شیرینی به اندازه فندق برمیداریم داخل دستمون چند تا روش خط یا با هر قالبی که دم دستمونه به این صورت. و فرمودید که در فر به مدت
ببینیم به اندازه ریز و درشتی شیرینی هم اگه این نخوچی رو با قالب خیلی ریز میزنن 30 تا 35 دقیقه کافیه. اگر قالبی که میزنن یه مقدار درشتره 35 دقیقه تا 40 دقیقه. در طبقه وسط با حرارت 170 تا 175 350 درجه فارنهایت و بعد از کاملا سرد شدن از داخل سینی خارج. برای شیرینی نخوچی ما حتما باز احتیاج داریم با روغن جامد که اصلا جایگزین روغن جامد برای شیرینی نخوچی کره نمیشه. حتما باید از روغن جامد صاف استفاده کنم برای شیرینی نخوچی. بله. شیرینی نخوچی که داریم روغن 150 گرم، مواد لازم برای شیرینی نخوچی روغن جامد 150 گرم، پودر قند 150 گرم، آرد نخوچی 375 گرم. اگر طعم هل یا زنجبیل هم برای نخوچی فکر کنم طعم خوبی به شیرینی نخوچی بده. میتونن از هل سبز و یا زنجبیل به میزان یک قاشق چای خوری برای نان نخوچی استفاده کنن. اما برای شیرینی با خیلی راحت کار رو انجام بدید. اما برای شیرینی نخوچی بله ما روغنی که داریم برای شیرینی نخوچی گفتم که برای شیرینی نخوچی ما جایگزین کره نداریم. اگر کره استفاده کنیم شیرینی نخوچیمون از هم حالت پودری پیدا میکنه. روغن جامد رو با پودر قندی که داریم کاملا میزنیم با هم زن. نخوچی نباید از زرده تخم مرغ و گلاب استفاده کنیم. شیرینی نخوچی رو باید تمام آردش رو به خورده مواد بدیم. معمولا شیرینی نخوچی خمیر خیلی خشکی داره، باید با ورز دادن درستش کنیم. اگر دیدیم که باز با ورز دادن بازم احساس میکنیم خشکه، یه مقدار روغن جامد کف دستمون میمالیم و خمیر رو با روغنی که دستمون چرب کردیم خمیر رو ماساژ میدیم. اگر باز به غیر از این احساس کردیم خمیر نخوچیمون خشکه، باید حتما خمیر رو از چرخ گوش رد کنیم تا خمیر لطیفی بشه که بتونیم راحت با شیرینی رو قالب بزنیم. پس به هیچ عنوان به شیرینی نخوچی زرده تخم مرغ، گلاب و شیر اضافه نمیشه. فقط با ورز دادن و چرخ کردن خمیر خمیر لطیفی به دست میاد. اما برای تهیه آرد نخوچی هم بهتره که نخود به صورت لپه هست در بازار بگیرن، این نخوچی رو کاملا پاکش کنن، پوستش رو بگیرن، آسیابش کنن، استفاده کنن. اما برای شیرینی نخوچی میتونیم که 375 گرم که آرد نخوچی داریم، حدود 75 گرم شو آرد سفید بزنیم. این باعث میشه که یک مقدار نخوچی حالت تردی بگیره، چون یه حالت نرم آرد نخوچی موقعی که آرد سفید بهش بزنیم نخوچی حالت تردی میگیره و فکر میکنم بهترم باشه. پس 375 گرم 75 گرمش باید آرد سفید باشه که بهترین آرد سفید رو قبلا داخل فر یک مقدار بو بدن تف بخوره، تا چون آرد نخوچی آرد پخته حدود 10 دقیقه بزنن داخل فر، بعد علکش کنن، مخلوط آرد نخوچی کنن، چون آرد نخوچی آرد تقریبا پخته است مثلا اگر از نخود دهاتشی هم استفاده کنن. پس بنابراین آرد سفیدی که میخوان استفاده کنن حتما داخل فر یک مقدار این آردو حالت نه که سرخ شه، یک مقدار الان حالت خامی بیاد بیرون، بعد علک کنن، مخلوط آرد نخوچی کنن و استفاده کنن. برای عطر شیرینی، اسانس شیرینی نخوچی هم معمولا هل و یا زنجبیل استفاده میکنن. شیرینی نخوچی وقتی که آماده شد بهتره که این شیرینی نخوچی هم یک شب کامل استراحت کنه. بعد این شیرینی با چی شرایط استراحت کنه؟ در دمای محیط داخل نایلون حتما باید باشه، بعد دمای محیط نیازی نه نه 24 ساعت بعد استراحت کنه. بعد شیرینی نخوچی که آماده شده بعد خمیر لطیفه به دست بیاد به این صورت
بعد احساس کردیم خشکی دوباره داخل دستمون ماساژ میدیم که به این صورت خمیر نرمی دست بره. این خمیر رو روی سطح کار پهن میکنیم. خمیر نخودچی رو باید به قطر 1 سان با انواع کاتلهایی که تو بازار هست مخصوص نخودچی دیگه، یه چیز سلیقه‌ایه، معمولا شیرینی نخودچی رو با یک قالب خیلی ریز قالب میزنن و میتونن از خلال پسته نم شکلات برای تزیین نون نخودچی استفاده کنم. یه نمونه اما... که شما هستید. بله بله. نه همین نون نخودچی هیچ فرقی نداره که من با قالب‌های مختلف قالب زدم. اما درجه فر برای شیرینی نخودچی باید 175 درجه باشه. به مدت 30 تا 35 دقیقه شیرینی نخودچی داخل فره و تا کاملا شیرینی نخودچی سرد نشده نباید از داخل فر بیرون بیاریم. که امروز میخوام این شیرینی نخودچی رو با چه موادی درست کنیم؟ مواد اولیه‌اش خاک قند یا خاک شکر پودر شده است به میزان 1 پیمانه یا 200 گرم، آرد نخودچی به میزان 200 گرم و همچنین در کنارش از کره استفاده می‌کنیم 100 گرم و هل پودر شده حدود 1 قاشق چای خوری. اگه دوست داشتید مقدارش رو بیشتر کنید، ولی عطرش می‌دونید خیلی زیاده، ممکنه طعمش رو خراب کنه. و مغز پسته هم داریم که به میزان 1 تا 2 قاشق غذاخوری، البته کاغذ در از کاغذ کالکم داریم برای اینکه شیرینی روش پهن کنیم. و همچنین قالب داریم، قالب‌های پروانه‌ای و بطچقی که بتونیم شکل خوبی رو بهش بدیم. آرد نخودچی رو اول می‌ریزیم داخل تابه که یه ذره اون رو تفت بدیم و همچنین کرل هم می‌ندازیم داخل این تابه کوچیک. خب آرد نخودچی رو تفت می‌دیم، حواستون باشه هیچ کره و در اصل روغنی بهش اضافه نمی کنیم، فقط می خواهیم خامی آرد نخودچی گرفته بشه. بعد می ذاریم این خنک میشه، با بقیه مواد رو مخلوط می کنیم. کرمون که آماده شده، حالا آرد نخودچیمونه که یه ذره تفت دادیم، البته اگه بذارید این خنک تر بشه بهتره، ولی ما حالا این رو بهش اضافه می کنیم چون زمان زیادی نداریم. چه بوی خوبی هم داره، خیلی بوش خوبه. بله بوش. چه بوی خوبی هم داره. آه جان چی کنی؟ حالا با کره مخلوطش میکنی؟ با کره داری مخلوطش میکنی؟ بهش خاک شکر یا شکر پودر شده رو اضافه میکنی؟ چقدر خاک شکر داریم؟ خاک قندم یه پیمانه داشتیم آرد نخودچی، یه پیمانه هم خاک شکر، با هم دیگه مخلوط میکنیم. بعد که مخلوط کردیم، از این هله سایده شده به اندازه 2 تا همینجوری کوچولو چجوری آقا جمشید؟ کوچولو. ولی این رو با هم دیگه مخلوط کردیم، از قبل اینو آماده کردیم چون گوشتیم سرد شده آماده کردیم همینجوری که ببینید. بعد این رو قسمت بعدی که میایم خدمت شما، اون رو میایم پهنش میکنیم و بقیه ماجرا به شما میگیم که چجوری اون رو تهیه میکنیم. حالا نوبت میرسید که ریختیم روی این کاغذ و برمیگردیم روش و یه مقداری با بردنه اون رو صافش میکنیم. همین راحتی اون رو صاف میکنیم، البته کاغذ کامل نیست. من اون رو حالا که صاف میکنیم، بله با این دوربینیم چند شما با این دوربینیم، خب صاف میکنیم و خواستیم اندازه ای که دوست داریم قالبش رو میزنیم. اگر قرار باشه قالب قلبی بزنیم که اینو مخصوص آقا جمشید درست کردیم، قلبی میاریمش بیرون در اونو جدا میکنیم. قلبی بود؟ بله بله. این پروانه ای رو مخصوص آقای جاوید خان بعد میریم یه بطجقه ای میزنیم مخصوص به اون دوست عزیز اون که اون گوشه وایساده. بله همه این تو همون مغازه ها هم لوازم قنادی این چیزا میکشه. آره داشتیم صحبت میکنیم، بعضی از خانوما اینجا بودن گفتن که آقا اینا شما ما معمولا تو فر میذاریم سخته. میگم نه بابا اصلا هم سخت نیست، آقا جمشید هم میتونه درست کنه. بله بله بنده از اینا دیاد درست کردن. بله بسیار همه. این هم الان شیرینی آماده شده است که از قبل آماده کردیم. من یه ذره با این پسته این رو تزیین کنم و به همه خوبای ایرانی این رو تقدیم کنم، مخصوصا به آقا جمشید عزیز اون رو تقدیم کنم که با ما دوست باشه. خیلی با چکرم. بله ببین شیرینی نخودچی قسمتی زد آرد نخودچی میز وارده بیلی وان یارم البته اولای که ایلیا بلالم اون ناره آرد نخودچی را افده آزوسته بونه آرد سفیدین هم یاری یاری گاتاله. پس بیر پیمانه یارم یا بیر لیوان یارم بزن آرد نخودچی میز ورده، پودر قند یا همون نصف پیمانه، روغن جامد نصف پیمانه، بو شیرینی فقط روغن جامده،
چرا فلان دایگوزن ایلیند تومونو مدت نگه دارست تخته کلده تست فاسی دولار بهتر بشه او یاغلار چه مدت زمان طولانی ایلیه بلوخ ساخویق چه بیلی روغن دامه دوندن استفاده ایلیه و پودر زندبیله اصلا فراموش ایلیه چه اصلی تعم اصلی ترین تعمه بو ویرر بزن چه بیر گاشوغه چای خورده زامده بود از نقده؟ نیست بوده روغن زامده؟ بله بیر لیوان یارم بیر پیمانه یارم آردن خودسیمزده یارم پیمانه نسارده و یارم پیمانه روغن زامده خب ایلیه بلاسید ایفده شکره یا گنده آسیا برام پود بیرید نیتا سیر الک ایلیه هستید تا بزن نسار الک پس بزن من دوباره پیمانه لمز بلازه دیرم یارم پیمانه روغن زامده مزواریده یارم پیمانه ده نسار یا پودر گندیز بونه همزنن دقیقم 5 دقیقه سالوزار پس من اولدن توضیح بریم چونم نلدق یارم پیمانه روغن زامده میزی یارم پیمانه پودر گندنن بیر 5 دقیقه حدودون دا همزنن سالمشون جورسوز چه رنج تغییر تابق و آماده بیچه بقیه مراحلیمز اضافه دیم بونه خاطر بیز بو شیرنیمزدن پودر گندیز استفاده دیم چه شاید زای سوال اولان بله. از جورنرمزه بودر بچه به خاطر اینچه بود تز حل اولور پودر گند یا همون نسار بیزن همزنن سالانده تز حل اولور و شکردن بهترده پودر زنجفلیمز واریده البته ایلیه بلسیز نیتا گتره زعفرانمان دا بونه استفاده ایلیهسیز چه رنجی دلخواه اولا و اونموزه آرام آرام بیدن زافلت میزد بله بباشه با و ایلیه بلسیز عجب بو خمرمزه بزن اون اصریش جلد استرخ اون اضافه ده بودا من آرد سفید بارده علمان کنارم دا چه اضافلت سخ همونو رنجنده چخ بهترده بی مقدار روشن الار و چخ یاخت دولار بو مرحله ده علمزن ورز وردخ تنها نکته چه بو شیرنمزده باده بونه 5 الى 6 ساعت محیط دمای محیط ده استراحت بره زخ فقط بیدنه تحتیل نکته هسته 5 الى 6 ساعت جه. بله اسلام خانم تگزاده جورسده من جوره نمزن خدمت نه جورسد بزیم خمرمیز بی میگره حالت تسبنده ایچی تاهو در صورت چه بزیم پیمانه چه بو اونو چه بو شیرنمزده استفاده لمزده بی پیمانه یارم کاملی ده بو حالت ده من بوده آماده گرمشان آرد سفید اضافه ایلیه زرق هم رنجیم بی مقدار روشن دلار همو چسبنده گیسیم آردان آپارار خمرمزه نایلون گرال بره زرق نایلون نیچنده 5 الی 6 ساعت محیط آشپزخانه ده دمای معمولی ده مونه استراحت بره زرق و سورا تخته کارموز ده وردن اینان آتا زایق و گاله پورا زایق منسجم اونده و بیگره یقشته چه گشته این اوملسنه لازم داره حالت تسبنده گیدن سخته به کافه بله هم زلیلی بلمزا پیام جندرفلر عزیزلرمزن باخرده منده یاد بلرشه نین یخچه سمماسن بزن شیرنمز اینده جواب بره خوش حالا یا صافیه خوب بخشی که صرف گاله پورا فلایسنه هیچ فرق لماز هر ایچی بخش داره من دیارم با ارزم خدمت بودو چه وقتی چه بز شیرنمزی انتقال ویدخ سینیه و فرده بو پیشته و بیرو چه زمان ویدخ پیشه آماده اولده بونه سینیدن چینیلر خارج ایلن میدخ تون به محض اینچه الوروخ بلار داغلالر حتی کوچکترین تکانون بلار کاملا داغلالر او سینی چه فرده پیشیرمیشه او سینین گوی داخت بدنن اصلاف خانه دا بید چنه را گلا و حرارتن کامل دوشت سرن نده انتقال بره در قابموزا آها بس بله. تو دلیلی چه سنر شده بله فقط او دو چه سنر ایسیس بلار حرکت بیرخ فقط اونا جور هر تو جانو همان صبر و حوصله گردی بله. از تو جا رهرایت رو نبزوشون بلده بله من خمرمز 5-6 ساعت از لرم خدمت استرات برندن سورا وردن اینم بلسیل کیسه فریزرین توسط اینا لحظه صافه ایلیه دست و گالپ های مخصوصه شیرینی نخودسی وارده و گالپ برا زایق سینی فریمزی در کاغذ روغن سامشق فری در قبلا 10 دقیقه کابخ یاندرمشق و گالپ برا نصور انتقال بره زایق سینیمزه دلیل بلارم ارتفالار اندازالاره ده مهم میده نقد چه هم بله حتما شیرین رمزن ارتفاس از اصلا او مدت زمانی چی فرده گرل تابل یانالار بو قالب لردن علامت گویدخ نصف بو قالبی میز ایزا چی جورسوز بوده ده خط شده حتما درست دولا بزم خمرمزنه
یعنی قالب بروروخ با خضایق حتما درف قالبمز نصفه دلار یعنی 1 سانتدان چخ اولوره. ولی در مورد تزیین بو شیرینی مثل بس عرض داریم اول تخم خورفنه دیه خواهر محصول میسادم الان مثل سویا بوده دایق و تخمه پس تخم خورفنه هش فرگل همه جوریسوز بو چیتی شیرینی لده اولا چه سایزه چیتیک داره واقعا بلان وسط دهنه پودر تویمک چخ تحتن اولو الان مثل سویا بوده دایق و یا کنجت حالا به گولسیز یا تخم خورفه به راحتی دوز او وسط او شیرینی مزه گرفت با این سوی دلیل بنای دوش یابشا من فقط یه نکته آخه علمز یا شولماسا خانم تغذاده بود چی یابشماس اله دو من احساس یادم چه خود رله وسطینا بیزاره توچه خشبه به دولتی سرسی بعد همه شیرینی مشکل اولو آخه جورسی پودر تویمک چخ مشکل اولو ولی در مورد زعفرانمزی چه آماده لدخ سیسیفتن گاشقم چه بحلقینه مونو مشتونه حالا زرده خانم محصوم خوش نقطه دیدلن حالا جور شکلنده نظر چه خوشویز جلیر بله خانمان سورا بو ازون جزر رنجیده جورسته بله او جورسته حالا هر تزینی به دلخواه خانمنار واقعا با سلیقه خانمنار خانم نقطه لریده چه بلمقی یاختیده سو اولاسه سشرچره دیرخ سیزدن انشالله چه همیشه آزیز شیرین اولسون عزیز جوران نرم خدمت نم عزیزلر بویون استرام شیرینی نخودچونه آموزش برم و بو شیرینی چون سیز عزیزلر استرامی سوز دمیسوز بایرام گابا قده حتما بونون آموزش اولسون من در بو برنامه نه اختصاص برمیشم نخودچی شیرینی سنین آموزش نم موادی که من لازم ده تا الیه بینم بو شیرینی آماده الیم نخودونه 300 گرم نسار 150 گرم یا 150 گرم زنجفیل 1 مربا خوره قاشقه. خب او یاقه که من با شیرینی آموزش نش ندارم روغن صافته و نادی یاقده و حتما جره بونه و یاقدان اولا که من با نخود چه شیرینیم چه گشه چخا اولیش چه جوره دام با یاقمه و نساره همزن من تالرم حدود 2 دقیقه تالا دام و اونان سورا زنجفیل و نخودونون اضافه لده دام و بو خمیر حتما جره تخلنه یعنی ترخ گوشتونان ترخ الیتام و اونان سورا جده یختله و الیه بینم شیرینه آماده الیه سویس از الیه بیل از سوزل زنزفیل پودرونده توچه سوز اگر استمه سوز به الیه بیل از سوز ساخلیه سوز شه اونونان با هم گتا سوز هش فرق الام است من گویرم آخر دیل اونونان با هم گتا پس همزن من 2-3 دقیقه تالرم حتماً 2-3 دقیقه با مواد تالرام و نخودونه و زنجفیل ده اضافه لدازام بلاره گاتاندان سورا علمینم بیزاره ورز بردازام و اوندان سورا حتماً جره ترخ گوشتونان تخلنه بو خمیر 1 دست دولا کاملاً یوموشانه تخلنندان سورا من الیه بیل میازام بونه غالب بورام مجبورم بیل یارم ساعت الا 20 ساعت بایام یختلده بو خمیر گالسن کاملاً سر نسن و اوندان سورا غالب بروف و گویازام پیشسن بو فرن بو شیرینین پختونده فرمین دماسی 180 درجه اولاجاخته اگر فریز چوخ تز پیشیرر الیه بیلسوز 160 بشه ده گویاسوز دماسنه موادم کامل گاتشبده 1 دست دولبده و بیرسه موادم زنجفیل نن نخودونون گاترام الانم ورز بردازم تا خمیر اولسون ولی خب چون اونون مقدار اله بیجوردی که اول ده خمیر اول میادا حتما تخلماخ لازم ده من özümü burada çok incitmirəm و اله بی ذره الیمینم ورز بردم بو جور قاتشاندان سورا خمیر اولاندان سورا تخلیدم و گویم یخزله بو خمیر تخلنب ده و حدود 45 دقیقه یارم ساعت 45 دقیقه قالب یخزلده من استرم بونه اینده آتم قالب برام بونه نشمانا حتما جره بیدانا بیر صفحه بزر صفحه سلیکونی یا بیدان نایلون اولسون استونه ده نایلون سالازام و حتما جره بونون زخامت 1 سانتی یارم اولسون چون بلوسوز که نخود شیرنیسه بیزره اوزا شیرنیده جره ارتفاسه چخ اولسون بو خمیر آتران وردن اینن بی تیتیه قالب اینن قالب پرادام بونون استونه تخم خورفه سپدام و گویدام فرده پیشسه حتما جهت دقت الیاخچه خمیر میزین است صاف اولسون و شیرین ارتفاع در تخولا داخته
توق آشمورم فقط استون سفال دارم بودر خمیر فشار برزم سینینی تنه لازم ده در توق فاصله برم چون بو خمیر میز توق آسل میاد آخده تقریبا کیپ حالت ده دوز از هم سینی نیتنده تخم خرفه برام و گویان پیشسه اگر ازل از اولده و استادوس که بو خمیریزه شکل ورسوز اوندان سورا گویاسوز پیشسه الیا بلاسوز شکلیم ورون ورسوز و گویاسوز مثلا فریزر ده اون دقیقه گالسن یا ده یختل ده گالسن و اوندان سورا گویاسوز پیشسه بو خمیر جره سوق اوله O cürşü cürşü şekil vermişəm, bu cür kip kip qoyuram bir-birin dibinə və ondan sonra pişirirəm. Aziz görənlər, nuxotçı şirinələrim amadə olubdu və o cürşü cürşü soyəndən sonra bulara bir dənə qaba düzüb və amadə serv olubdu. Siz əzizlər, əgər istəsiz eləyə bilərsiniz bu şirinini 10 gün qabaqdan da amadə eləyəsiniz. Bu şirininin mandigarısı çoxdu və hududən 10 gün الا ایکی هفته من نگارسه و آرزولارم بویون که برنامه همین سیز بزرگوارلارن دردنه دایمیش اولا الیا بلاسوز بو شیرنینی پیشیریب بایرام جنلنده گناخلازدان پذیرای الیا سوز عزیز لازنن میل الیا سوز و لذت اپارا سوز جلن برنامه ازان سیزلر متعال الله ها تبشیرم خدا